پرخانه رو از کجا شروع کنیم؟ این اولین مسئله بود دیگه این نکته رو دوستان بگم بعضی از دوستان به من میگن که خب ما نیاز به این پرخانه نداریم مسئلهمون رو میشناسیم ما مسئله رو از کجا آوردن؟ یه موضوعاتی سر کلاس مطرح شده مسئله رو سر کلاس شناسایی کردن یه بررسی اجمالی انجام دادم و مسئله تایید شده. خب ببینید این شرایط شرایط خاصه. همیشه این اتفاق نمیفته. خیلی وقتا این اتفاق نمیفته خیلی خوبه که شما در واقع نیاز به پرخانیه پیدا نکنید و جلو بیافتید. اما دقت کنید حتی کسانی که مسئله رو همسر کلاس پیدا کردن، کلید واژه ها رو همسر کلاس پیدا کردن، ممکنه که اون کلاس به نحو انتخابی بعضی موضوعات رو مطرح کرده باشه. و شما نیاز هستش که اولویت بندی داشته باشید از مسائل پس همچنان این پرخانیه حتی برای اون فرد هم به نظر من جایگاه داره پرخانه رو از کجا شروع بکنیم ببینید این که من به شما چند تا سایت معرفی کنم و بگم که بیاید اینجا جستجو انجام بدید منابع رو پیدا بکنید و بر اساس این منابع با این ویژگی ها شروع کنید مطالعه کردن خب این کار شدنیه و من در ادامه این کار رو انجام میدم اما میخوام بگم که این لیست من لیست منابع سایت هایی که شما باید بهش رجوع بکنید برای شروع پرخانی یه لیست دینامیکه یه لیست پویاه همونطور که گفتم قبل از این بعضا منابع پژوهشی که مکتوبن توی قسمت معرفی سایت ها و منابع چیزهایی رو معرفی کردن که الان شما با گذشت دو سال سه سال اونا رو جستجو میکنین عملا اون سایت ها کنار رفتن من اینجا میخوام همونطور که گفتم بهتون قبل تر از این بگم که چطور اصلا این, اصلا این ها این منابع این کتاب ها اینا رو اصلا چجوری پیدا بکنید اصلا چجوری اینا رو شناسایی بکنید که بعد با مطالعه اونها یا با جستجوی در اونها بتونید به یک منابع برسید که پرخانیتون رو اون سوار بشه بهترین راهکار برای این که شما به یه لیستی برسید که با مرور این لیست و با جستجوی تو دیتابیس هایی که تو این لیست هست به منابعی برسید که پرخانهتون رو بر اساس اونا انجام بدید از طریق بخش کتابخونه دانشگاه های معتبره و یه یه راهکار دیگه هم سایت گروه های درسی دانشگاه های معتبره یعنی مثلا فرض کنید شما رشته کامپیوتر هستین برید تو گروه کامپیوتر و بعد بعضا سایت هاشون تو گروه کامپیوتر یه قسمتی دارن که لینک های مفید رو معرفی کردن ممکنه بعضا سایت ها این کار نکرده باشن چون توی اون دانشگاه تو بخش کتابخونهش مفصل به این موضوع پرداخته پیشنهاد من اول اینه که به سراغ بخش کتابخونه برید و قسمت ریسرچ گاید رو سر بزنید من اینجا دو تا سه تا نمونه رو نشون میدم بهتون و بعد متناسب با موضوع در واقع دیسیپلینی که شما هستین بهتون سایت معرفی میکنه کتاب معرفی میکنه و شما میتونید مسیر خودتون رو اینجا پیدا بکنید خب این دوتا تا لینک اول مرتبط به دانشگاه آکسفورد اولی به طور کلی مرتبط با بخش راهنمای پژوهشه که شما دیسیپلینتون رو انتخاب میکنین متناسب با اون بهتون راهنمایی میکنه که شما تو این رشته که هستید چه چیزهایی کمک میکنه که شما پژوهشتون رو بهتر انجام بدید و این خب بخش پرخانی هم زیر مجموعه این میشه و یه بخش لینک دومی هم هستش که ایتازت که دیتابیس معرفی دیتابیس های خیلی خوب توی رشته خاص شماست این خیلی اهمیت داره که شما تو کدوم دیتابیس جستجو کنید که برای رشته شما نتایج بهتری رو بده و آخری هم در واقع بخش راهنمای پژوهش دانشگاه میشیگانه که این هم به نظرم خیلی سایت خوبیه و خیلی راهنمایی های خوبی رو متناسب با رشته شما بهتون انجام میده که کدوم سایت ها رو سر بزنید کدوم دانشنامه ها یا انسکروپدیا ها رو ببینید کدوم کتاب های کامپانیون رو مرور کنید برای اینکه یک برداشت اجمالی داشته باشید برای برداشت دقیق تر و جزئی تر کدوم منابع رو سر بزنید خیلی دیده خوبی به شما میده بیاد با هم بریم یه سری به این دو تا سایت بزنیم و بحثمون رو ادامه بدیم